در جنوب روسیه و غرب چین سرزمین پهناوری هست که به عنوان بزرگترین کشور محصور در خشکی دنیا شناخته میشه. سرزمین اسب‌های سرکش، مملو از دهکده‌های بیابانی، کوه‌های پوشیده از برف و شهرهای مدرن، امن‌ترین، پیشرفته‌ترین و ثروتمندترین کشور آسیای میانه با فضایی اروپایی آسیایی. اینجا قزاقستانه. قزاقستان با نام رسمی جمهوری قزاقستان کشوری است در مرکز آسیا که از شمال با روسیه، از شرق با چین و از جنوب نیز با قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان مرز مشترک داره. به لحاظ جغرافیایی بخشی از قزاقستان در اروپا است، اما معمولاً به عنوان یک کشور آسیایی طبقه بندی میشه. قزاقستان بیش از 2,700,000 کیلومتر مربع مساحت داره که اگر مقایسه کنیم، یعنی کشوری بزرگتر از 1.5 برابر ایران. با وجود وسعت زیاد این کشور به عنوان نهمین کشور بزرگ دنیا، بیشتر مساحتش کویر و استپ بوده و تراکم جمعیت اون تنها 6 نفر در هر کیلومتر مربع، تقریباً 1/10 ایران. قزاقستان نزدیک 20 میلیون نفر جمعیت داره. 70% کشور مسلمان و 28% نیز مسیحی هستند. اما علارغم این کشور دین رسمی نداره. از اونجایی که به مدت طولانی تحت حاکمیت شوروی بوده و در نتیجه سیاست‌های حکومت بلشویکی، این کشور در دهه‌های گذشته پذیرای جمعیت بزرگی از روس‌ها و اقوام غیر قزاق بوده. حتی در قزاقستان گروهی از آذربایجانی‌های ایران هم حضور دارند که در شهر مرکه و در نزدیکی مرز قرقیزستان زندگی می‌کنند. پس از اینکه در سال 1918 مرزها بسته شد، عده‌ای از اردبیلی‌ها در اون سوی ارس باقی موندند. بخشی از اونهایی که تابعیت شوروی رو پذیرفته بودند، به اتهام جاسوسی و فعالیت‌های خرابکارانه سر از زندان‌ها و اردوگاه‌های کار اجباری درآوردند. عده‌ای نیز بیان که مقصد خود رو بدونند، در واگن‌های باری به همراه خانواده عازم سفری اجباری شده و به قزاقستان منتقل شدند و تا امروز نیز در اونجا ساکن هستند. Biz de Azerbaycanlı yok. Atamız, babamız Erdebil şehrindendi. Hamçonin, در بازه زمانی بین سالهای 1921 تا 1922 و 1932 تا 1933 به دلیل قحطی که در قزاقستان رخ داد، قزاق‌ها جمعیت زیادی رو از دست دادند و در سرزمین خودشون در مقابل روس‌ها به عنوان اقلیت شناخته شدند. بنا به نظر خیلی ها این قحطی یک فاجعه ساختگی بود که توسط شوروی انجام شد. البته در دهه 90 میلادی دوباره تونستند اکثریت جمعیت رو تشکیل بدن. در کنار این، به دلیل محدودیت هایی که علیه دین اسلام انجام می شد، آثار حضور اسلام در این کشور خیلی پررنگ نیست. قزاقستان دو زبان رسمی داره، زبان ترکی قزاقی و روسی، و تقریباً تمامی این مردم به زبان روسی تسلط دارند. در راستای خارج شدن قزاقستان از سلطه کشور روسیه، از سال 2017 فرایند تغییر الفبای روسی با الفبای لاتین آغاز شد و تا سال 2025 به پایان خواهد رسید. این کشور در قرن 18 توسط روسیه اشغال شد و در سال 1991 به دنبال انقلاب روسیه آخرین جمهوری شوروی بود که استقلال خود را اعلام کرد. رهبر زمان کمونیسم قزاقستان یعنی نورسلطان نظربایف پس از استقلال به ریاست جمهوری قزاقستان رسید و به مدت 29 سال در این منصب باقی موند. این کشور طبق قانون اساسی یک جمهوری دموکراتیک یک پارچه است، اما عملاً حکومتی اقتدارگرا است. با این وجود از زمان استعفای نورسلطان نظربایف در سال 2019 تلاش‌های فزاینده‌ای برای بهبود وضع دموکراسی و اصلاحات سیاسی صورت گرفته. شهر آستانه نزدیک 1 میلیون نفر جمعیت داره که از سال 1998 به عنوان پایتخت قزاقستان انتخاب شده. این شهر در واقع یک باتلاق بود، اما این باتلاق رو به سرعت خشک کرده و این شهر رو احداث کردند. معماری این شهر ترکیبی از معماری شرقی، غربی و روسیه
که درآمدهای ناشی از فروش نفت باعث شد که بتونن چنین شهر زیبایی رو بنا کنند. امروزه ساختمون‌های قدیمی کنار جاده‌ها همگی از نو ساخته شدند، اما در کوچه‌های پشتی خبری از این زیبایی‌ها نیست و حتی بعضی محله‌ها با مشکل آب، برق و راه‌های مناسب مواجه هستند. از اونجایی که شهر به سیبری نزدیکه، حدود 6 ماه از سال پوشیده از برفه. در دیگر زمان‌ها هم آب و هوای خنکی داره به همراه وزش باد. رودخانه‌ای که از میان شهر می‌گذره در زمستون کاملاً یخ می‌زنه. مردم نیز از این فرصت استفاده کرده و به تفریحاتی مانند اسکیت می‌پردازند. به دلیل تأثیر کشور روسیه بر این منطقه، علاقه زیادی نیز به هنر و مخصوصاً اپرا و باله دارند. به همین دلیل هم سالن مجللی متناسب با فضای این شهر ساخته شده. اگر قصد سفر به این کشور رو دارید، باید بگم که از سال 1401 به بعد مسافران ایرانی برای ورود به قزاقستان نیازی به ویزا ندارند و هر ایرانی میتونه تا 14 روز بدون ویزا در این کشور اقامت کنه. اگر قصد دارید که تنها در یک شهر اقامت داشته باشید، پایتخت قبلی قزاقستان گزینه بهتری از شهر آستانه است. آلماتی بزرگترین و توریستی ترین شهر کشوره که نزدیک 2 میلیون نفر جمعیت داره. آلماتی از ترکیب دو کلمه ترکی آلما به معنای سیب و آتا به معنی پدر تشکیل شده. در واقع قزاقستان به عنوان سرزمین مادری سیب نیز شناخته میشه. در اینجا در کنار درختان سیب وحشی که در هر منطقه یافت میشه، حتی جنگل درخت سیب نیز وجود داره. بنابر تحقیقات انجام شده، گفته میشه که اولین سیب در جهان در این سرزمین به دست اومده. پیش از آستانه، آلماتی پایتخت قزاقستان بوده و به همین دلیل امروزه بزرگترین شهر و مرکز فرهنگی قزاقستان به شمار میاد. آلماتی شهری کوهپایه‌ایه و تقریباً در تمامی روزهای سال ارتفاعات اطراف اون پوشیده از برفه. اینجا شهری بزرگ، تمیز و با یک شبکه خیابونی شطرنجیه که فضای بسیار سرسبزی داره. هوای این شهر بسیار تمیز بوده و پیاده روی در خیابونهای اون بسیار لذت بخشه. آلماتی شهری کاملا مدرن محسوب میشه و مردم اون نیز به سر و وضع خود اهمیت داده و کاملا شیک پوش هستند. این شهر بازار ترباری به نام بازار سبز داره که بازدید از اون برای آشنایی با مردم قزاقستان و زندگی اونها خالی از لطف نیست. اینجا بازاری است پر هیاهو با فروشنده‌های بسیار خوش برخورد. در اینجا همه چیز تر و تازه است و خیلی خیلی ارزون. واحد پولی این کشور تنگه نام داره و میانگین درآمد مردم در حدود 850 دلاره. قیمت غذا در قزاقستان خیلی پایینه، اما اگر نسبت به خورد و خوراکتون حساس هستید، هنگام خوردن گوشت در این کشور دقت کنید، چون در اینجا در کنار گوشت گاو و گوسفند، گوشت خوک و اسب نیز استفاده می کنند. مخصوصا خوردن گوشت اسب بخشی از فرهنگ این مردم به حساب میاد و از گوشت گاو گرونتره. بشبارماغ به معنی پنج انگشت معروف ترین غذای این کشوره و به نظرم بد نیست که امتحانش کنید. همچنین در اینجا نوشیدنی سنتی به نام قیمیز دارند که در کشورهای ازبکستان و مغولستان نیز استفاده میشه. این نوشیدنی محبوب که در همه جا میتونید پیدا کنید شیر اسبه. جدای از این، در قزاقستان به هر روستایی که برید در هر خونه ای این ساز دومبرا رو مشاهده میکنید. دومبرا برای قزاقها ساز بسیار مهمیه و پایه موسیقی اونها رو تشکیل میده. این ساز همچنین توسط مردم قرقیزستان و ازبکستان نیز بسیار استفاده میشه. قزاقستان از نظر سیاسی و اقتصادی بر آسیای مرکزی تسلط داره و 60% از تولید ناخالص داخلی منطقه رو تولید میکنه که عمدتاً از طریق صنایع نفت و گاز تامین میشه. قزاقستان از نظر منابع زیرزمینی هم بسیار غنیه. از نظر ذخایر اورانیوم در جایگاه دوم جهان و از نظر تولید اون در رده اول جای گرفته. این کشور سالها تحت کنترل روسیه بوده و در زمان شوروی آزمایش‌های اتمی خود رو در اینجا انجام می‌دادند. خطرناک‌ترین نقطه کشور منطقه‌ای است به نام سمیپالاتینسک
به طوری که نزدیک 1/4 آزمایشات اتمی جهان در این منطقه صورت گرفته. در سال 1991 قزاقستان پس از استقلالش از روسیه به صورت داوطلبانه فعالیت‌های اتمی رو کنار گذاشت، زیرا در نتیجه آزمایشات اتمی زمان شوروی نزدیک 2 میلیون نفر از مردم این کشور به سرطان و بیماری‌های مرگبار گوناگونی مبتلا شدند. در کنار این، زمانی که قزاقستان بخشی از شوروی بوده، یکی از مجهزترین پایگاه‌های هوایی به نام بایکانور در جوار شهر متروکه بایکانور ساخته میشه. اینجا قدیمی‌ترین و بزرگترین پایگاه فضایی جهانه که روسیه اولین فضاپیما و اولین فضانورد رو از این پایگاه به فضا فرستاده. این ایستگاه فضایی متعلق به قزاقستانه، اما روسیه تا سال 2050 اینجا رو اجاره کرده و بدون ویزای روسیه نمیشه وارد اینجا شد. اگر به جغرافیای این کشور نگاهی داشته باشیم، میبینیم که نزدیک 20% کشور رو کوه‌ها تشکیل میدن. تقریبا جنگلی در این کشور وجود نداره، چیزی در حدود 1% و بیشتر سطح کشور پوشیده از بیابونه. این بیابونی که میبینید زمانی قسمتی از دریاچه آرال، 4 دریاچه بزرگ دنیا بوده و امروزه تقریبا به یک بیابون تبدیل شده. قسمتی از دریاچه در کشور ازبکستان و قسمتی نیز در قزاقستان جای گرفته. این دریاچه که نزدیک 90% اون خشک شده به عنوان بزرگترین ضربه بشریت به طبیعت شناخته میشه. در زمان شوروی برای کشت بیشتر پنبه از آب رودهای سیحون و جیحون استفاده شد. در سایه استفاده بی‌رویه از آب این رودها دریاچه خشک شد و نمک‌هایی که تهنشین شدند امروزه با وزش باد به مناطق دوردست منتقل شده و باعث مریضی ساکنان اون منطقه میشن. خشک شدن دریاچه اقلیم اونجا رو نیز تغییر داد. سرنوشت شومی که 1000 کیلومتر دورتر در انتظار دریاچه ارومیه نشسته. لایک ویدیو و عضویت در کانال رو فراموش نکنید. خدا نگهدار.